خب عزیزان و گرامیان، به ادامه برنامه عصر حریوا خوش آمدید. بخش آموزش قواعد ترافیکی هست و در این قسمت برنامه بازم جناب آقای دوهم سارن خان آقا اچکزی آمر تعلیم تربیه مدیریت ترافیک ولایت هرات در برنامه هستن. امروز باز هم موضوعی که صحبت میکنیم وضعیت عمومی ترافیک هست و وضعیت صنف ها و در کنار روزو آموزش بعضی لوحه های ترافیکی هست که جناب آقای اچکزی با ما هستن صحبت های خواهیم کرد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید، برنامه وقت شما بخیر. تشکر. ما هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران و بینندگان محترم تلویزیون اصلاح. عصر همگی بخیر، خدا کنه که لباس عافیت به تن داشته باشه. سلامت باشین جناب امیر صاحب، چگونه هست وضعیت عمومی ترافیک؟ وضعیت ترافیک هم روز موالاته که از اول بود، بازم یک جای بسیار خوشحال است که دیوار قنسلگری ایران چپه شد، عقب نشینی کرد دیگه نمو. انشاءالله که مجاده به زودترین فرصت ریاست محترم شارولی یا نایی که وظیفه دارن اسفالت زود شروع بشه و که معضلات ترافیکی یعنی 100% از معارف یا آمیریت نیمی مرقیت ها زیاد بندش ترافیکی به وجود می آمد که ما خوشحالم که نمو عقب نشینی دیوار بشد و دیگه بتانیم که نمو چراغا یا سیگنالا برقی زیر هم انشاءالله بخیر فعال کنیم که وضعیت ترافیک نرمال باشه. و دیگه از می شنبه تا امروز که نصف شنبه تمام پرسنل تنظیم به شمول شخص مدیر سب ترافیک یک راهکار جدیدی در داخل شهر به خصوص سرک عمومی ولایت ما برای انداختیم. وسایتی که به خصوص وسایت مسافرکشی یا لینی از قبیل میلی بس و فلان کوچ تونیسای لینی اینا و راننده های تکسی اینا که توقف های بیجا دارن یا اینا هم فاصله چاره ای و اسکا خورمراد نمی کنن، اینا رو ما توقف دادیم به مدیریت ترافیک. گرچه وظیفه پلیس ترافیک اینه که باید کنترل و تطبیق اسناد بشه، باز هم با اینا مدارا شد و علی متاسفانه اینا همیقدر رانندای از این وسایدی درک نکدن که حداقل با پلیس ترافیک همکار باشن و نمو وقتی که به چهارراهی ها یا به جاده های کم عرض اینا توقف های بی جا یا دبل پارک دارن، سد معابر برای وسایط یا شاملین ترافیک میشن. چندین بار با ریاست محترم ترانسپورت و نماینده از اینا ما صحبت داشتیم، بالاخره نتیجه نداد. آخر ما مجبور شدیم که وسایط از اینا توقف بدیم به اداره و وقتی که حال ما توقف دادیم بعد وسایطی که مثلا میاد جوار سیر از اینا ختم شده اقدام به تجدید کنن. راننده از اینا اکثرا اگه لیسنس نداشته باشن باید به صنف ما اشتراک کنن، آموزش قانون ترافیک جادر بیاموزم لیسانس بگیرن. و نمی وضعیت دیگه برای عموم همشهریان معلومه، با این تعداد وسایط جاده های کم عرض باید به خصوص راننده عزیز خود پلیس ترافیک هم کار باشن و استفاده از دبل پارک های بی جا، استفاده از صورت های غیر مجاز، توقف بی جا نداشته باشن و همچنان نمی وسایط به خصوص فلان کوچا و تونیز آباد در اسنای رانندگی یا تردد در داخل شهر من دروازی عقبی از اینا پایین باشه که خدای نخواسته باعث کدام حادثه یا خساره نشه. بسیار خوب. دو روزی که بحث تظاهرات اینا بود در مقابل دفتر ولایت چگونه بود؟ فکر کنم کمی به این موضوع کمی شما سر شما شلوغ‌تر میشه نه؟ خب البته که بس وظیفی ما این نمیگیم که قضاوت میسپارین به مردم، مردم باید قضاوت کنه، ولی ما از مردم خواهش میکنیم به خصوص مالکین وسایط نقله راننده که با ما همکاری کنن. نمی دو روز میشه که به مقابل مقام ولایت تظاهرات یا را پیمه دیروز و امروز بخی مشکلاتی به ترافیک جاده به وجود آمده بود که بازم پرسنل متوظیف بود و مردم راهنمایی میکرد از جاده های منتهی به ولایت یا مسیر گرده پارکینو که همونو اقل از مزدام ترافیکی جلوگیری به عمل بیاد. بسیار خوب. چگونه از وضعیت صنفا؟
سینفاکو دیگه شکر همیتون ادامه داره. فعلا مکاتب و پانتونا هم تعطیله، یعنی روزانه ما بالای 1000 نفر شاگرد همی فعلا تدریس میکنه. متاسفانه همی چند روز به بعض از صفات اجتماعی کسایی بده که پستای شیر کده بیدن که 80% راننده لیسانس نداره، جواز رانندگی ندارن. خب ما ایر میپذیرین ولی 80% نمیپذیرین، به خاطر از که ما با زیاد افراد کدام روزانه اعمال ما 1000 نفر شاگرد داریم، سینفای سفته ای داریم. مثلا اعمال ما روزانه 3 تایم سینف داریم، 1 تایم به مدیریت ترافیک که بالای 150-180 نفر به اون سینف اشتراک میکنه، 1 سینفی داریم یکی از نهادهای شخصیه که بالای 50 نفر از خانم و آقایان. اینجا 1 سینفی هم امروز به ولیس ولی گذره ما افتتاح کردیم که بالای تقریبا 300 نفر از کارمندای ملکی و نظامی و بخش معارف ولیس ولی گذره اونجا پیشنهاد آوردن، ما رفتیم سینف افتتاح کردیم به حضور داشته شخص ولسوال صاحب قومندان صاحب امنی ولیس ولی گذره. بالای 200-300 نفر اشتراک کننده آمدن که یعنی در کل اعمال ما روزانه 1 سینفی داشتیم. به پانتون غالب که نمی چند روز پیش ختم شد، بالای 300 نفر از اساتید و مؤسسه‌های پانزده طب معالجوی بیدن. ما نمی فهمیم که ایشتر ای کسانی که لیسانس می گیرن از پیش ما اینا قیب میشن، اینا به خارج کشور میرن. ولی چند نفر که لیسانس نداره، نمی قانون مراد نمی کنه، تخلف رو اجازه از اونا صورت می گیره، مردم امونا رو می بینن. بله. کسانی که لیسانس نداره، لیسانس داره، اونا رو متوجه نمی شن. خب باز هم بعد امو اشخاص که فعلا از لحاظ قانون ترافیک اونایی که لیسانس نداره استفاده از وسایط نقلیه ندارن، و او کسانی که جواز رانندگی به دست دارن باید قانون بیشتر مراد کنن، چون اونا از قانون آگاهی دارن. همین سینفار ته مرایل کردن، به سینفار اشتراک کردن، فعلا خود از اونا هر راننده که لیسانس داره خود یک راهنمای ترافیک باید تمام مکلف که قانون ترافیک مراد کنه. مثلا در داخل شهر خلاف رفتاری، توقف های بیجا، پارک های بیجا، دبل پارک، عبور از چراغ سرخ و سرعت غیر مجاز، اینا استفاده نکنن. خب بازم همی قضاوت را ما به مردم میدیم، در حد نیست که ما از خود توصیف کنیم، یعنی قضاوت میگذاریم به مردم. او ما هم وظیفه خود اجرا میکنیم روزانه، همی سینفای هم که ما برگزار میکنیم، درسی که میدین، امو هدف مهمینه که کسی به این سینف اشتراک میکنه یاد بگیر، آگاهی از قانون ترافیک جاده پیدا کنه. ولی این کسانی که باز انتقاد دارن، امو انتقاد از اینا رو ما میپذیریم. انشالله که امونا هم یک روزی بشه به این سینف ها ما اشتراک کنن، به این سینف های که روزانه اعمال است اشتراک کنن. چون ما بهم خود که سر هر سنف استاد میشم میگم از ابتدا تا انتها ما کوشش میکنیم شما چیز یاد بگیرین، کوشش میکنیم که از فساد جلوگیری بشه، کوشش میکنیم که برای مردم یک سهولت ایجاد بشه. اگر ما آگهی از قانون ترافیک جاده به هر نقطه و مکان این شهر رفتیم، سنف دایر کردیم، مازه که به ما پیشنهاد آورده یا درخواستی آورده رفتیم سینف دایر کردیم، من نمیفهم که این مردمی که لیسانس میگیره به کجای. خب متاسفانه همون قسم که شما گفتیم باید بپذیریم که انتقاد اینا انتقاد خوبی است، اما زیاد افراط کردن به همون فیصدی که گفتم، شاید ایده خیلی کمی باشن و یا کسانی باشن که شاید گرفته باشن و یا با خود نداشته باشن، اما 80% واقعا مشخصه که چیزی. من فکر کنم هر کی موضوع گفته برعکس گفته، ولی از اول سال یعنی هم شاهدین که شیوع ویروس کرونا بود، تمام مدارس، مکاتب، پانتونا هم تعطیل بود. ما از 15 سرطان ما استنفا خور شروع کردیم که یعنی تا ختم سال مالی 4500 چند نفر ما از استنفا فارغ دادیم. بسیار خوب.
یعنی نشان میده که طبعا زیادتر هست. اینا تنها کسانی میده که جدید لیسانس گرفته یا جواز. هم سالی که نسبتا کرونا بوده مردم کمتر می آمدن. بله، او اشخاصی که مثلا به غرض تمدید مراجعه کرده یا مثلا مصنع گرفته یا ای که ارتقا به درجه گرفته، یعنی ما اینا را هم جمله شد از اینا بگیریم بالای 7000 نفر ما امسال لیسانس درجه کرده. اگه تجدیدی حساب کنیم شاید از 10000 هم بالاش حساب از این. خداوند بازم با شما توفیق بیشتر بده تا خدمت بیشتر به مردم بکنه. خداوند شما رو در پناه خود داشته باشه و بقیه رو هدایت کنه. تشکر. اگر آماده باشیم شروع کنیم آموزش قواعد ترافیکی. یک سینف هم خب کلا دیگه هر هفته از تلویزیون اصلا پخش میشه، هم یک سینف کلا. حداقل چند هزار بینیم. چندین بار از طریق نمی تلویزیون شبکه محترم اسلام گفتم اشخاصی که مثلا آمادگی یا مصرفیت زیاد دارن به صنف ما اشتراک کرده نمیتونن، ولی اینج یک نکته باید به ذهن خوب بسپارن که به مدیریت ترافیک مراجعه کنن، فرم جواز رانندگی را اخذ کنن. ما اونج جدول داریم، به او جدول بگن که ما نمی آموزش قانون ترافیک جدر از طریق تلویزیون پیگیری میکنین، فرم با ما تسلیم دم تا میادم اون فرم متاریخ غیر از امتحان باز به ما مراجعه کنند. این قائل ما از یعنی دو سال میشه که من میشه بکنم میام برای همشهریان دارم. و همشهریان عزیز ما میتونم قسمت های از همین برنامه رو به یوتیوب هم ببینن، البته با هم جمع کنن طبعا یک سنف درسی کلن میشه از اول تا آخر. خیلی خوب است، شروع میکنیم آموزش قواعد ترافیکی رو و اولین تصویر رو با هم میبینیم. بازم به علائم ممانعت کننده قرار داریم. لوی جلوتر از این لوی بده تعدید سرعت 50، یعنی در داخل شهر سرعت وسایط نقله باید از 50 بیشتر نباشه. وقتی متوجه به این لوی میشن این دل بخواه میتونن از 50 کمتر از 50 بیشتر حرکت داشته باشه. دقیقا چند متری بعد از اون خب نظر آله اگه چون ماده 8 قانون سیر حرکت سرعت وسایط تنظیم کرده داخل شهر و خارج از شهر، ولی داخل شهر نظر به وضعیت جاری ترافیک تردد وسایط چون تراکم وسایط زیادتر هم نسبت به فاصله امنیتی بین وسایط نقلیه و سرعت وسایط نقلیه باید ما با حاکمیت خود راننده باشین، مثلا همون قدر حاکمیت داشته باشین که موتر پیش رو اگه دفعتن به یک علت یا موجی توقف میکنه ما یا وسایط پشت سر به او برخورد نکنه. حاکمیت قوی بالای فرمان اراده یا اشترینگ وسایط خود داشته باشه. بسیار خوب است. تصویر بعدی رو میبینیم. من آران یا بغ زدن ممنوع گفته. رانندای لور بشناسن در 5 مکان نصب میشه از جمله علائم ممانعت کننده مقابل شفاخانه ها این لور نصب میشه که استفاده از آرانای پر سر و صدا یا جنجالی نداشته باشن. مکاتب، محلات مسکونی، ادارات دولتی یا دوایر دولتی و به خصوص از طرف شب خانه خودمانی. مثلا اکثر وقتا بعضی کسا جای دعوتن دیر وقت میان به خانه و به دروازه خونه باید استفاده از آران نکنند. اونمو کسانی که در حالت خواب یا استراحت باشه معذیت نکنند. از جمله آداب و اخلاق دریوری هم هست. بسیار خوب. انشالله خصوصا بر روبروی شفاخونه هم که نصب هست بلکه بیشتر رعایت بکنند. رعایت کنند. انشالله. و در کل اگه ما بگیم فضای محیط زیست را هم آلوده می سازه. یکی از علتهای آلوده ساختن فضای محیط زیست می استفاده آلودگی صوتی به وجود آلودگی صوتی. بله. تصویر بعدی می بینم. معنی توقفه. این لور وقتی به هر نقطه هر مکان نصب میشه راننده ها میبینن باید برای یک لحظه هم توقف نکنه. معنی توقف یعنی حتی یک ثانیه هم اجازه یک ثانیه هم اجازه ندارن که توقف کنه. این هم معمولا جای مشخص هست یا مثلا دوایر دولتی جایی که مثال یعنی ازدحام ترافیکی زیادتر باشه این لور نصب میشه که باید به اینجا توقف نکنی که مثلا صد معبر شه بخصوص یا بعد جاده‌های کم عرض باشه چون ما صد معبر برای وسایط یا شامل ترافیک نشه. بله.
خیلی خوب، تصویر بعدی. تصویر بعدی معن پارکینگ. وقتی لور میبینن باید پارک نکنن، و فرق بین معن توقف و معن پارکینگ است که وقتی لوی معن توقف میبینن برای یک لحظه هم باید توقف نه، ولی به لوی معن پارکینگ میتونه مثلا به تاکسی بالا میشی، یک جای میخوای از تاکسی پیاده شی، نمی لوی است، یعنی معن پارک، پارک کردن ممنوع. او پارک کرد یا توقف کرد، دوباره راکب پیاده شد، پس حرکت کرد، پارک نکرد. بفهمید این فرق بین از دو لوی نمی است که به لوی معنی توقف به این عنوان باید برای یک ثانیه یک لازم توقف نشه، و به لوی معنی پارکینگ میتونه توقف اندک کوتاه. اما موتر گل نکنه که بیروشه ای طرفی داره. موتر باید خاموش نکنه یا موتر خود پارک کنه، خود حرکت کنه بره. خیلی خوب، تصویر بعدی. تصویر بعدی میتونیم ختم معنی پارکینگ هم بگیم، یعنی وقتی لوی اول که گفتیم معنی پارکینگ نصب میشه، حتما 100 یا 50 یا 200 متر طرف این لوی نصب، یعنی پارک آزاد. ولی ما میتونیم ختم محدودیت ترافیک هم بگیم. ختم محدودیت ترافیک به این معنی که ما به یک جاده عمومی وقتی داخل میشیم میرسیم، مثال جاده انحراف میکنه به راست یا به چپ، یا جاده میشه که طرف و اطراف ولی سویلی ها غریه جاد میره، در او جاده آسفارت نیه، این میتونیم ما بگیم ختم محدودیت ترافیک، یعنی وقتی راننده به او جاده داخل شد، خود به ترافیک نگه، خود از ویده که راهنمای باید، یعنی از حساب قانون ترافیک جاده علایم و اشارات و موضوعات نصب نیه دیگه، خود از وی باید به موالت خود رانندگی کن. بسیار خوب. تصویر بعدی. معنی پارکینگ برای محلات که وقت تعیین شده، مثلا به این لوی گفته از 8 تا 10 پارک نکن، پارکینگ ممنوع، 200 پارکینگ، 200 همین جگه پارک نکن. بله. خیلی خوب، تصویر بعدی. تصویر بعدی رو به اینجی به مساحاتی که مثلا گفته پارک آزاده، پارک کن، اجازه هست، اجازه هست، اجازه پارک نمیدن داره. خب اینجا اجازه بود و اینجا اجازه نبود. تصویر دو سه تصویر قبلی. تصویر بعدی. گمرک به ما گفته یا توقف محل گمرک. مثلا ما این لور میتونیم چند مثال بدیم. یکی از جمله علائم ما مانعیت کننده به دروازه گمرک، بعد ما پارک نکنیم، مانع نشیم به دیگه وسایل. از لحاظ قانونی میتونیم ما این از جمله علائم معلوماتی هم بگیم که یعنی معلومات داده گمرک اینجا، و از لحاظ از لحاظ قانون ترافیک بگیم از جمله علائم اختیاری هم میتونیم بگیم که وقتی مثلا ما بار وارد میکنیم به کشور باید مسئول کنیم، ولی مفهوم اصلی از این گمرک، لوی گمرک، یعنی به دروازه گمرک باید پارک نکن. متاسفانه اسم گمرک شنیدم به یاد حادثه یه روز شنبه افتاد. متاسفانه که خیلی خسارات جانی و از همه بیشتر خسارات مالی به وجود آورد. خب بازم خداوند حفظ کنه و خداوند پاداشی رو به عوض بده. دیگه هم تصویر است آقای عاطف؟ تصویر نه. بعدی ما هم موضوع عقل عبور است. عقل عبور مثلا ما از لحاظ قانون ترافیک جاده آسفالت جاده و سرک که برای ریاست محترم فواید عامه یا ریاست محترم شارولی، از لحاظ قانون ترافیک جاده مثال وقتی شخصی که میخواد جوار سیر خود به مدیریت ترافیک قرض تمدید یا اقدام به تجدید جوار سیر داشته باشه، نمو از وسایط تیزرفتار سالانه ریاست محترم شارولی سال 12,000 افغانی مالیه میگیره، یعنی به 3 سال که ما وقت میدیم 3,600 افغانی از اینو مسئول میگیره شارولی، یعنی مالیه میگیره. و از وسایط باربری مثلا سال 2000 افغانی، از موتورسیکل سال 200 افغانی، از رکشو زرد سال 3000 افغانی، اینا مالیه که میدن مثال برای آسفالت جاده و این موضوعات مصرف میشه. و موضوع عقل عبور ما میتونین به دروازه شهر هم مثال بدین که وقتی اینا به مترازو هم بار یا توناج از اینا که میشه مثال از طرف
ترانسپورت همین کتاب چی ترانسپورتی از اونا دیده میشه. مثلا مثال ساده تر بگم پارکینگ هم که اسم مترخ و شخص میره پارک میکنه، بعد امو عقلو بیری عق توقف ازیر پرداخت کنه، نه امو مزید دیگه لوی آخری بود از جمله علایم ممانعت کننده. لوی آخری بود. تشکر جناب آقای عتیقی عزیز. در اخیر میشنویم از شما مقدم حرفی اگر مانده باشه و یا پیام اگر داشته باشه. خواهش میکنیم. ما انتقاد همشهریان عزیز به سر چشم قبول داریم، انتقاد باعث اصلاح میشه، ولی ما از عموم همشهریان عزیز کسانی که واجد شرایط لیسانس خواهشمندن که به این سینفا ما اشتراک کنه. این سینفای سفته ای داره، تمام موضوعاتی که برای یک راننده لازم باشه تدریس میشه، از قبیل درسای ترافیکی، از قبیل علائم، اشارات، تاسیسات، هر آن چیزی که برای یک راننده لازم باشه به این مدت سفته برای اینا تدریس میشه. و دومی که نمید تر و راکار جدیدی که ما به داخل شهر ای برای همیشه از این و بعد ادامه داره، فوکس اصلی ما برای تنظیم شهر انشاءالله که ما بتونیم یک نظم سالمی برای جریان ترافیک واضح بسازیم، جلوگیری از سد معابر، جلوگیری از توقف‌های بیجا میخواین که ما مشخص بسازیم، یعنی اداراتی که با ما همکاره اگه کارم نمیکنن ما هم کار خور به نو احسن اجرا میکنیم، در حالی که موضوع پاکری جادات نو مسئولیت مدیریت ترافیک نیه، باید ریاست محترم شارویلی همکاری کنه با ما، ریاست محترم ترانسپورت باید همکاری کنه. و چندین بار ما از اینا تقاضا کردیم که میسون جور شده که باید روند پاکری جاده ادامه داشته باشه، بازم یک چند روزی بیده و یا از این اداره یا از این اداره مشکل رخ دادن یا نفره که توظیف شده نماده نمی موضوعات. بالاخره ما مجبور شدیم که به تنهایی خود از اول هفته صرف تنظیم جاده یا سرک که به ترافیک گیر نمانه و از جلوگیری از تخلفات روی جاده، جلوگیری از دبل پارک های بیجا، توقف های بیجا ادامه داره. تمام پرسنل که داخل شهر توظیفه، چک جریمه یا مؤاخذه قانونی برای از اینا توظیف شده، انشاءالله بتونیم یکی در قسمت عواید، دوم از هم در قسمت پاکری جاده یک نظم سالمی برای ترافیک انشاءالله واضح. تشکر جناب آقای عشقزه عزیز از اینکه در برنامه تشریف آوردین. انشاءالله تغییراتی که میآید تغییرات طبیعتا مثبت هست و انشاءالله همگی میپذیرند که باید تغییر مثبت بیاید و خاطر اینکه شهر پاک با نظم و همچنین با صفایی داشته باشه. سپاس انشاءالله سلامت باشه. و تشکر از شما بینندگان عزیز از اینکه بیننده بخش آموزش قواعد ترافیکی بودین. عزیزان و گرامیان همچنان با شما هستیم، اما حال وقفه.